نماز جمعه با آرامش به پایان میرسد. البته پشت این آرامش طوفانی در حال دست به دست شدن است. اعلامیه ای از طرف انصار حزب الله. خبر به بیرون از دانشگاه میرسد. همه میدانند مخالف اصلی سروش، یعنی انصار حزب الله، نسبت به این حرکت بی تفاوت نخواهد بود. بسیج دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نگران است. آنها نمیخواهند ماجرای دو سال قبل دانشگاه تهران در امیرکبیر هم تکرار شود. اینجا پلی‌تکنیک است، قلب تپنده جنبش دانشجویی کشور. آی آمریکا، چه جنایتی کردی؟ صد تا رسالت دانشجو در این است که انقلابی بمونه. لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. دانشگاهی تازه تأسیس در غرب تهران، دانشگاهی کوچک با دانشجویانی کم تعداد، دانشگاه امام صادق. در مورد دانشگاه امام صادق، خب یه دانشگاه کوچکیه، یعنی دانشجوهاش مثلا 1000 نفر نبودن، برعکس مثلا دانشگاه تهران که چندین هزار نفر مثلا دانشجوهاش تو اینها. دانشگاه امام صادق حالا محل رفت و آمد چهره‌های سیاسی و پرسش و پاسخ چهره به چهره با دانشجویان شده. رئیس دانشگاه علی‌رغم تمام تبلیغات، رویکردهای متفاوتی را برای رشد دانشجویان در نظر گرفته. مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، ایشون اینجوری طراحی کرده بود که بچه‌ها حتما باید حرفای غرب‌زده‌ها رو بشنون. بسیاری از اساتیدی که از دانشگاه‌های دیگه حتی مثلا اخراج می‌شدن یا مثلا فرصت کار براشون نبود، اونها آقای مهدوی کنی از اون علای اعتبارشون تو نظام استفاده می‌کردن، اینا رو دعوت می‌کردن تو دانشگاه امام صادق کرسی داشتن. اما در میان اساتیدی که به دانشگاه امام صادق دعوت می شوند، یکی بیش از دیگران شناخته شده تر و البته متفاوت تر است. حسین حاج فرج الله دباغ، معروف عبدالکریم سروش. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سخنرانی رو داشتن در رابطه با قبض و بسط شریعت. اون نظریه قبض و بسط توریک شریعتش که فضای تازه‌ای رو مثلا تو بحث‌های نخبگانی تلاش کرد باش ایجاد بکنه، تو دانشگاه امام صادق الغا شد. خودش هم توی مقدمه کتاب قبض و بسط آورده که مثلا این بحث رو اصلا کتاب قبض و بسط یه بخش عمدهش پیاده شده سخنرانی‌های ایشون در دانشگاه امام صادق به دعوت آیت الله مهدوی کنی. سخنرانی‌های سروش حالا به دانشگاه امام صادق محدود نمی‌شود. سخنرانی‌هایی که روز به روز چالشی‌تر می‌شوند و نقدهای جدی به دنبال دارند. محیط‌های علمی و دانشگاهی حالا محلی برای بحث‌های جدی در رابطه با سخنرانی‌های سروش شده. اول به صورت مقالاتی در کتابخانه فرهنگی چاپ می‌شد. وقتی کتابش کرد و سخنرانیش مطرح کرد، شاید بیش از 10 تا کتاب در نقدش نوشته شد. بخوام سخنرانی در محافل مختلف خیلی انعکاس وسیع و منفی داشت. ایشون در واقع معتقد بود پیامبر اکرم یک برداشتی از قرآن را مطرح کرده. حالا الان من برداشت خودم رو دارم، هر کسی هم میتونه برداشت خودشون داشته باشه. فعالیت‌های سروش روز به روز گسترده تر میشود. خیلی پرکار بود. شما الان دیست بکنید در بیاره اصلا از خود سخنرانی‌های سروش تو دانشگاه ها رو هست دیگه، تو سایتش یه جای مختلف ببینید، شاید به جرئت بگم بالای 200 سخنرانی کرده. در واقع بر نظراتش اصرار کرد و همین باعث یه چالش بسیار سنگینی بین دوترین هم آقای سروش و بقیه شد. تمام دانشگاه ها میرفت، هر جایی دعوتش میکردن میرفت. اعضای انجمن اسلامی کاملا به حمایت از ایشون برخواستن اون موقع.
انجمن اسلامی که سابقه فعالیتاش نشون میداد که با همچین نظریاتی هیچ نسبتی نداره، ولی اینکه حالا در اون مقطع آقای سروش با این نظریهش چه تحولی، چه اتفاقی افتاد که همون آدم ها، همون طیف یهو کاملا 180 درجه برگشتن و کاملا نظراتشون عوض شد، این یه نکته قابل تحملی است. با تمام این تغییر و تحولات، اما سروش تنها نیست. انجمن‌های اسلامی به یکی از حامیان اصلی او تبدیل شدند. اونها دنبال این بودن این قضیه رو سیاسی بکنن، این کاملا وجه بارزی بود که ازش سوء استفاده سیاسی بکنن. اونها میدونستن که مثلا جناح مذهبی یا حوزوی نسبت به این جور مسائل واکنش تند نشون میدن و روی این برنامه‌ریزی کرده بودن. در چنین شرایطی انجمن اسلامی دانشگاه فنی دانشگاه تهران برنامه‌ریزی های لازم برای برپایی همایشی در دانشگاه را انجام داده. اتفاقی که افتاد این بود که خب دانشکده فنی دانشگاه تهران اعلام سخنرانی میکنه، اعلام سخنرانی باید دکتر سروش میکنه در مهر ماه. همایشی با سخنرانی دکتر سروش. تقریبا همه میدانند که برگزاری این سخنرانی نتیجه جز آشوب و جنجال نخواهد داشت. آقای الله کرم و دوستان انصار حزب الله مراجعه میکنن به انجمن اسلامی دانشگاه و اونجا تهدید میکنن که آقا ما نمیذاریم برگزار بشه و اجازه برگزاری نمیدیم و فلان و این حرفا. و روزهای ناآرام در انتظار دانشگاه تهران است. کاملا قابل پیش بینی بود که جمعیت زیادی از دانشجویان میان برای استماع صحبت ها، لذا صحبت سر این شد که توافقی که شده بود این بود که آقای سروش بیاد برای سخنرانی، توجه میکنید، ولی اونجا مثلا در نهایت اعلام بکنه که اینجا فضا مناسب نیست، لذا ادامه بحث رو من بعداً در خدمتون هستم، یا اگر فضایی هست بعداً به صورت مناظره اتفاق بیفته و جلو بره، یعنی بحث اینطوری بشه. منتها عملا اتفاقی که افتاد این بود که اصلا بحث مناظره شکل نگرفت، یعنی اصلا قبل از اینکه آقای سروش بیاد وارد سالن بشه، آقای سروش میاد بیرون هم تو ساختیز میشینه، به محض اینکه میاد وارد سالن میخواد بشه حمله شروع میشه. و خود این درگیری و پرت کردن صندلی ها به سمت تریبون و به سمت سالن اینا و به سمت آقای سروش اینا و بزن بزنی که راه میندازن شدید و اینا، خودش باعث تشنج بالایی تو سالن میشه. به هر حال نوع برخورد کاملا غلطی بود به نظر من. با اون تفکر، حتی تفکر غلطی باشه، اصلا دلیل نداره اینجور تبدیل به جار و جنجال و سیاسی کاری باشه. روز قبلش یک ساعت و نیم باهاشون من بحث کردم، گفتم که این کار اشتباه رو نکنی آقای سروش بذارید حرفش رو بزنه، ما هم حرف میزنیم اونجا وای میسیم سوال میکنیم از آقای سروش، ما منطق داریم، ما نباید با چوب و چماق بریم جلو، ما منطق داریم. آخر به من گفتن ما این کار رو نمیکنیم، حرف من گوش نکردن. جمعه تو نماز جمعه دوباره به خود آقای دهنمکی و دوستانش گفتم که اشتباه کردید، آب با آسیاب یه عده ریختید به نام آزادی، کلا سر این مردم دارن میذارن. ببین این فیلم جلو سردر دانشگاه تهران جوری بود که وقتی پخش میشد تو مثلا تو سرسرای دانشگاه پخش میشد، مثلا به جرئت بگم 4-5 هزار نفر مثلا یه مونیتور بزرگ میذاشتن، مونیتور که نبود پرده بود و ویدیو پروجکشن میافتاد، چون اون جمعیت رو نمیشد چیز کرد، ویدیو پروجکشن باید توی فضای پرده بزرگ مثلا 4-5 هزار نفر دارن نگاه میکنن مثلا فیلمو، تو خوابگاه ها مثلا نشون میدادن، تو هر خوابگاه هم جمعیت وسیع. وقتی اینا حمله میکردن، جمعیتی که داشت نگاه میکرد واکنششون میداد نسبت به این حمله. سروش یعنی نیمه اول دهه 70 هم بود دیگه. آیا اینجور گل کرده بود؟ یعنی مثلا مخاطب داشت، پژواک داشت، کیان چقدر مثلا تیراژ داشت؟ اصلا در مسئله کی بود اون بحثای فلسفی حالا مثلا؟ بله سخنرانی نشده
مهر فنی هم میگن، سخنرانی نشده دانشگاه امیرکبیر میگن. دو جایی که ایشون سخنرانی نکرده همه یادشونه، ولی اون 200 جایی که رفته سخنرانی کرده شاید هیچ کسی یادش نیست. خب سوال اینه که شما چرا یه کاری میکنی که بیشتر دیده بشه؟ شما یه کاری میکنی دیده میشه، یعنی بیشتر پیشرفت تفکری به نام دو خرداد و اصلاحات طلبی مرهون فول جناح مقابلشون بود. یه تحریک و یک عرض کنم که کاری رو اونا میکردن، اینها یک حرکت خطایی انجام بعد روی این سوار میشدن دیگه. تا مدت با اون توپخانه رسانه‌ای که داشتن روی این سوار میشدن، اینا رو کاملا نمدمال میکردن دیگه، یه جوری که به انفعال کامل میکشوندن. حالا داستاناش مفصله، حالا بریم سراغ این داستان این موضوع. اما بیرون از دانشگاه تهران اتفاقات دیگری هم در جریان است. چند خیابان آن طرفتر حوالی چهارراه کالج، انتخابات داخلی انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک در حال برگزاری است. تحولاتی جدی در انجمن اسلامی دانشگاه در حال وقوع است. اون سال تو انتخابات داخلی انجمن پلی‌تکنیک آقای علی افشاری رأی آورد شد عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک. همه هم میدونستن دیگه گرایشات سیاسی علی افشاری که مثلا نزدیک به نهضت. من یادم تو نشستای عمومی ماهانه که داشتیم، این بچهای پلی‌تکنیک مثلا با خیلی مثلا یواشکی و مثلا ترس و لرز میمدن مثلا اجازه بخواد اجازه بخواد یه جلسه علی افشاری بیاد مثلا توی شورای عمومی، قول میدیم حرفم نزنه، ببین اون تبش ببینه تحکیمو، دوست داره تحکیمو ببین. اینجوری بود. وارد انجمن اسلامی شدن، در واقع شورای مرکزی انجمن اسلامی شدن و بعدم که دبیر ایشون آقای علی افشاری دبیر انجمن اسلامی شد و از اینجا هم شد دفتر تحکیم وحدتی، در واقع یه دوره ایشون مسئول دفتر تحکیم وحدت شدش در واقع. یعنی ما بازخواست کردیم یهو چجوری شما انتخابات برگزار کردید که مثلا نهضتی اومده توی انجمن؟ حاضر نیستم با علی افشاری زیر سقف توی تشکل قرار بگیرم. من خودم متفاوت از اون میدونم. اون جاش جایی که تو لوگوش عکس امامه که علی افشاری نمیتونه بیاد قربون شکله. دفتر تحکیم وحدت برای بازگشت به حیات سیاسی خود رو برای انتخابات ریاست جمهوری سال 76 آماده می کند. آنها باید چهره مناسب برای کاندیداتوری پیدا کنند. ابتدا به سراغ نخست وزیر خود در دهه 60 می روند. اوایل مرداد 75 اولین دیدارهایشان با میرحسین موسوی برای نامزدی در این انتخابات تشکیل می شود. موسوی امتناع می کند. تحکیم تلاش می کند او را برای حضور در انتخابات مجاب کند. به این منظور آنها تجمعی در مقابل سردر دانشگاه تهران در 8 بهمن 75 برگزار می کند. تلاش های انجمن اسلامی بیفاید است. میرحسین در این انتخابات شرکت نمی کند. با قطعی شدن انصراف موسوی، دفتر تحکیم سه گزینه دیگر را مطرح می کند. موسوی خوئینی ها، کروبی و سید محمد خاتمی. از حدود 35 نفر از اعضای تحکیم، 28 نفر به خاتمی رأی می دهند. سرانجام در فروردین ماه، دفتر تحکیم طی بیانیه رسمی از حضور خاتمی در انتخابات حمایت می کند. خاتمی رسماً اعلام می‌کند که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده. ستاد انتخابات ریاست جمهوری سید محمد خاتمی سال 1376. نقش انجمن‌های اسلامی و دانشگاه‌ها در پیروزی آقای خاتمی بی‌بدیله. یعنی هم در راضی کردن ایشون برای حضور در صحنه انتخابات، اصلا ایشون تمایلی به حضور تو انتخابات نداشت،
انقدر انجمن اسلامی دفتر ترکیب وحدت بچه ها رفتن صحبت کردن که ایشون اومد وارد صحنه شد و بعد تو انتخابات هم در داخل دانشگاه ها بود که ایشون عمدتاً سخن نمی کرد. حاتمی مرد اصلاحات و جامعه مدنی، حاتمی با جوانان ایرانی. تشکیل ستادهای انتخاباتی خاتمی، مسئولیت شاخه دانشجویی به علی افشاری عضو تازه وارد شورای مرکزی تحکیم و دانشجوی پرحاشیه دانشگاه پلی تکنیک سپرده می شود. افشاری اکنون نقشی مهم در سرنوشت این انتخابات دارد. خب ببینید آقای خاتمی کلن به قول خودش میگوید درجه دانشگاه ها من وارد شدم دیگه. و خود ایشون به ما گفت من تو این 70 شهری که رفتم تو اکثر اینها تو دانشگاهاش راحت صحبت کردم و این جمله ایشون که من از دریچه دانشگاه وارد جامعه شدم. فوق العاده جذاب برای رئیس جمهور تازه وارد، تجربه حضور در بین دانشجویانی پرشور. قدرت گرفتن خاتمی، کسانی که در ستاد او فعالیت می‌کردند، دامنه فعالیت خود را وسیع‌تر کردند. برای آنها انتخاب خاتمی نه پایان یک حرکت، بلکه سرآغاز یک جنبش جدید است. یکی از این افراد علی افشاری است، رئیس ستاد دانشجوی تبلیغات خاتمی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، سیاسی‌ترین دانشگاه ایران در این مقطع زمانی. علی افشاری حالا با سرعت هرچه تمامتر پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی می‌کند. او حالا به نزدیکی وزیر ارشاد خاتمی یعنی عطالله مهاجرانی رسیده. او که تا چندی پیش عضویتش در تحکیم پذیرفته نمی‌شد، حالا حرف اول و آخر را در انجمن اسلامی دانشگاه می‌زند. دفتر تحکیمی اومده یه سطح سیریش برداشته، هر جا پوستر آغاز کنارش پوستر علی افشاری چسبونده که چی القا کنه. افشاری زمان زیادی را لازم ندارد که تا چند قدمی رئیس جمهور قرار بگیرد. همزمان با تغییر و تحولات در انجمن اسلامی پلی تکنیک، آنها برنامه‌های تازه‌ای را آغاز می‌کنند. هر ترمی دو تا برنامه اینا داشتن، یعنی سالی چهار تا برنامه، هر ترم تحصیلی یه بار قبل میان ترم، یه بار بعد میان ترم. دقیقا هم هر سال همین ایاما برنامه میذاشتن، برنامه هم همش تنش‌زا، همش تشنج‌زا. این ما داریم در دانشگاه صحبت میکنیم که هر ماهش، هر هفتهش یه بحران توش داره ایجاد میشه. اصلا میخواستن کلن هر اتفاقی که میفته بگن ببین این نیست، این طبیعی نیستش، این که ما میگیم طبیعی، که شما میگیم طبیعی نیستش.
بعد تو دانشگاه امیرکبیر هر کدوم از اینا رو تست میکردن، هرچی اینجا اجرا میشد هفته بعد، ماه بعد، دو ماه بعد تو تمام دانشگاه مهم تهران انجام میشد. یعنی هر اتفاقی تو هر دانشگاهی میافتاد یه ماه دو ماه سه ماه قبل تو امیرکبیر تست شده بود. نسبت به عقاید مذهبی شروع کردن به تاختن. داشتن رو باورهای بچه ها اون طیف اصلاح طلب کار میکردن به طور ویژه با بودجه‌ای که الان نمیدونم کجا پشتیبانی میشد این کارا، یعنی هزینه داشتن انجام میده. ما اگه میخواستیم یه دونه تراکت بزنیم یه همون بیانیه‌مون رو میخواستیم چاپ کنیم، نه پول داشتیم نه دستگاه کپی داشتیم نه کامپیوتر بود تایپ کنیم، رفتیم تو سایت دانشکده رسیدیم تایپ کنیم. اونا پیشرفته‌ترین تجهیزات داشتن، پول داشتن، یعنی همه برنامه‌هاشون دقیق طراحی شده بود. بابا کل بسیج دانشجوی کانکس بود، چون رو بفهمید کل سهم ما از جامعه مدنی یه کانکس دو اتاق است. بارون می اومدش ما بعد مراقب باشیم تو کانکس خیس نشیم، تابستون یه گرفتار، زمستون یه گرفتار. با تو کانکس صحبت میکردیم صدامون سن دانشگاه میشید. ببین ما یه همچین فضایی داریم صحبت میکنیم و تازه اونم در واقع متهم میشیم که آقا داریم از سپاه پول میگیریم، متهم میشیم آقا ما نمیدونم گماشته حکومت. تازه این فضاست. دو سال از ماجرای دعوت سروش به دانشکده فنی میگذرد. خبرهایی از گوش و کنار دانشگاه به گوش میرسد. یعنی چی بگم که چون آدماش زندن هستن بذاریم من گردش کنم یه جوری بگم که به جای بر نخور. چی؟ شد آبان 76، یعنی ماه دومی که این دولت اصلاحات تو مسند قدرت نشست. اعلامیه‌ای بین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر دست به دست می‌شود. یک سخنرانی با موضوع جامعه مدنی، موضوع رایج این روزهای جلسات دانشگاهی. ما که دانشجوی دانشگاه بودیم و توی حوزه دانشجویی فعال بودیم، یه دفعه مواجه شدیم با اینکه یه اطلاعیه‌ای رو در دیوار دانشگاه نصب شده که روز شنبه هفته آینده آقای دکتر سروش توی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رابطه با جامعه مدنی میخواد سخنرانی کنه، زیرش هم امضای انجمن اسلامی دانشگاه هستش. اما چیزی که باعث تعجب دانشجوها میشود نه موضوع سخنرانی بلکه سخنران جلسه است. ناگفته نمونه که آقای سروش هم تقریبا از سال 74 ممنوع المنبر شده بود توسط وزارت اطلاعات، اجازه صحبت نداشت. نمیدونم چجوری اضافه بیان شد که ایشون میخواد بیاد صحبت کنه. خب دانشگاه امیرکبیر دعوت کرد، دومین بار هم بود که دعوت میکرد. کسی که آخرین حضور او در دانشگاه به دو سال قبل برمیگردد. این دعوت پلی‌تکنیک رو کم‌کنی اون حادثه بود. هم خود جلسه موضوعیت داشت برای بچه‌های پلی‌تکنیک، هم این که به هر حال یه جوری بازی برگشت دور رفتی بود که در دانشگاه تهران در واقع دوستان اومده بودن و از خجالت بچه‌ها در اومده بودن دیگه. خب همین موضوع باعث شد که دانشگاه یه اطلاعیه‌ای داد که آقا این برنامه مجوز نداره، تو شورای فرهنگی دانشگاه تصویب نشده طبق قانون و اجازه برگزاری ندارید. این برنامه رو نامه زد به انجمن اسلامی که این برنامه‌تون مجوزی نداره. اما بلافاصله انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر هم با انتشار بیانیه‌ای برگزاری این همایش را حق خود می‌داند. بچه های بسیج با مسئول انجمن اسلامی دانشگاه موضوع را اینگونه مطرح می کنند. چند ساله که آقای سروش میاد یه طرفه تو دانشگاه صحبت میکنه، یه در عصبانی میکنه، یه در رو خلاصه به سیستا حرفایی میزنه تا
توهین میشه به بعضی از مقدسات، بعضی از موضوعات اصولی زیر سوال رفته. اینو باید هدایت میکردن توی مسیر درستی، یه مناظره، یه مباحثه، یه دعوتی، یه احترامی. هر کی هم آقای سروش حاضر باشه باش مناظره کنه در خصوص این موضوعات اعتقادی، ما حاضریم از این طرف از توی جماعتی که اساتید موضوعات اعتقادی هستن دعوت کنیم مناظره بکنن. آقا 8 سال ما گفتیم آقا بیاین تو صحنه دانشگاه با هم دیگه مناظره کنیم، در میرفتن. آقا این حرفی که شما میزنید مثلا ما اینو فهمیدیم، اصلا درست فهمیدیم حرف تو یا درست نفهمیدیم، و بعد حالا مثلا شما حرفت از کجاست، چه جوریه، منابع چیه، ما منابعمون اینه. من آیت الله قائم مقامی بودن، ایشون حاضر شدن صحبت کنن، مناظره کنن. آیت الله مصباح یزدی قانع شدن که بیان با ایشون مناظره بکنن. حدود 15 نفر قطعا معین شدن. آخه این باعث میشه که دانشجو بفهمه که طرف مقابل نمیخواد چیزی رو تحمیل کنه، یعنی اون چیزی رو که اینا به دنبالش هستن که جا بندازن تو ذهن عملا اتفاق نمیفته دیگه. نه، ما دیشب رفتیم و فکرامونو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما دو که سروش رو میاریم صحبتش میکنه میره، شما هر وقت خواستید برید مجوز بگیرید برنامه خودتون رو داشته باشه، هر کی هم میخواید برید صحبت کنه. نه، یه هر خلاصه آیه و حدیثی بلد بودیم براشون خوندیم. نپذیرفتن. اما راهکار آخر جمع‌آوری امضا از دانشجویان برای راضی کردن سروش جهت مناظره است. یه توماری درست کردیم، اسامی طرف مقابل نوشتیم، برای آقای سروش متنی تنظیم شد، چند هزار تا امضا جمع شد، اینم جمع کردیم تقدیم آقای سروش بشه که بدونه اینجا دعوت به مناظره شده و نیامده، این رسانه‌ای هم شد. طبیعیه وقتی کسی از مناظره فرار بکنه خودش محکومه، بدیهیه. میگه شما این همه میگه آزادی اندیشه، این همه میگه آزادی فکر و دیدگاه و از دموکراسی اینا دفاع میکنی، از آزادی دفاع میکنی، بعد میگیم آقا بیا بشینیم صحبت کنیم، نمیای. طبیعیه که هیچ کس نمیپذیره. خبر به بیرون از دانشگاه میرسد. همه میدانند مخالف اصلی سروش یعنی انصار حزب الله نسبت به این حرکت بی‌تفاوت نخواهند بود. نماز جمعه با آرامش به پایان میرسد. اما پشت این آرامش طوفانی در حال دست به دست شدن است. اعلامیه‌ای از طرف انصار حزب الله. موقع خروج از دانشگاه تهران داشتم از در دانشگاه تهران میام تو خیابون طالقانی که برم سوار ماشین شم بر یادم خونم. نگاه کردم دیدم یه اطلاعیه کوچولویی یهو دست منم دادن. خوندم دیدم نوشته که مردم مسلمان تهران فردا بیان جلو در دانشگاه امیرکبیر، می‌خوایم پاره‌ای از شبهاتمون رو از آقای دکتر سروش بپرسیم. نگاه کردم متوجه شدم که خب هوا خیلی پسته، یعنی قطعا درگیری اتفاق خواهد افتاد. خب این درگیری یعنی چی؟ یعنی اینا جمع میشن سوالاتشون رو بپرسن سروش که آدم این سوالی به اینا جوابی میخواست جواب اینا رو بده، میاد با چهار تا استاد برجسته مناظره میکرد. این یعنی چی؟ یعنی التهاب، یعنی تشنج، احتمال هر گونه درگیری، هر خطری ممکنه پیش بیاد. بسیج دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نگران است. آنها نمیخواهند ماجرای دو سال قبل دانشگاه تهران در امیرکبیر هم تکرار شود. صبح که اومدم جلو دانشگاه دیدم ای وای، زیر پل حافظ جلو در اصلی دانشگاه سنتی همین پر آدمه. خانواده شهدا اومدن، مردم انقلابی اومدن، نمیدونم هر مسلمونی که بوده اومده، همه تیپی هم بودن. چند تا ماشین هم باند و بلند. آقا رفتم بالا تو صحبت کنم، آقا ما می‌خوایم شبهاتمون از آقای سروش بپرسیم. همه انتقادایی که این چند ساله ایشون گفته بود جر و بس بالاست. جمعیت هم چند هزار نفر بود. کل زیر پل حافظی که رو طالقانیه از این پایین پل تا اون بالا هر چی چش کار می‌کرد مردم انقلابی اومده بودن. خیلی آدم. اون طرف هم دیگه سروش چیز شده بود دیگه، خط قرمز شده بود برای حداقل جریان مثلا انصار حزب الله، اون لایه تند جریان راست. با هم میگم تجهیز نیرو و امکانات کامل رو من یادم تناب دار آورده بودن، پرچم اون تجمع تناب دار بود که آورده بودن، یه دار هم آوردن جلو در دانشگاه نصب کردن که خلاصه ما آدم هایی با اینجور تفکرات دار میزنیم. یه همچین نمادی داشتش که خب موقعی آدم خیلی سر صدا کرد. رفتیم داخل دانشگاه بریم، خیلی سفت رفته، بالاخره کارت دانشجویی نشون دادیم. ما که دانشجو امریکایی بودیم تا 6 صبح رفتیم تو.
سرود قسم به اسم آزادی و نمیدونم یار دبستانی و از این چیز میزد. بیشتر سرود قسم به اسم آزادی پخش میشد. گاهی هم قطع میشد، اعلام میکرد که دوستان مثلا جمع بشین حلوش مسجد، ساعت 8 دقیقه سروش میاد، نه ساعت 9 میاد، نه حالا تقریبا 9 و نیم میاد. جذب میدادن این طرف هم. خب این بچه های پلی‌تکنیک جز لایه های تند و تیزه چیز بودن دیگه، تحکیم های ما اینا رو آروم میکردیم، این وقتی زورمون نمیرد جرأت نمیکردیم بیایم، اما اینا رو یه آروم میکردیم که حالا مثلا فاجعه ای رخ نده. یه نزدیک ساعت 10-11 شد، دفعه این بلندگویی که توجه توجه دانشجویان قهرمان توجه توجه بودیم. یا حضرت عباس چی شده؟ اعلام کرد که آقای دکتر سروش میخواستن از در حافظ بیان تو، انصار حزب الله ریختن به قصد کش بکشنش. باز دوره 2-10 دقیقه بعد دوره قسم به اسم آزادی پخش میکرد، دوره توجه توجه. هم اکنون آقای دکتر سروش با یک پراید سفید از دست انصار حزب الله در حال گریختن هستند. توجه توجه، انصار حزب الله با یه موتور 1000 تو اتوبان مدرس دارن میرن که ایشون ترور کنن. یک جوی التهابی، خلاصه قصه ای بود اونجا. بالاخره خب سروش البته نیومد، دوستان تدارک دیده بودن از یه راه مخفی سروش رو بیارن توی دانشگاه، یعنی اگه سروش خودش اومده بود تا سالن میرسوندنش بچه‌ها. سرانجام این مراسم سخنرانی تلفنی سروش است. بعد از اون زور اعلام کردن که آقای دکتر سروش میخوان راجع به جامعه مدنی در حد چند دقیقه پشت موبایل براتون صحبت کنن. اینو گوشتن پشت بلنگو، صدایی بود به نام صدای آقای سروش و یه چند دقیقه صحبت کرد و بچه‌ها می پایین سوت و کف و پای بلنگو و اون بالای مسجد پخش شد. موبایل رو دهنش رو چسبونده بودن بچه‌ها به چیز، به میکروفون، و 5 دقیقه دادن تشکر کرد و مثلا ابراز تأسف کرد. سرانجام این مراسم پایان می‌یابد. اما چند روز بعد در اتفاقی جالب روزنامه‌ای به دست یکی از دانشجویان می‌افتد. گذشت و یک دو روز بعد والد ما خدا بیامرز گفت برو یکم سبزی بگیر، می‌خوام آش بپزم تو خونه، مریض شده و سرما خورده بود. ما اومدیم سبزی فروشی سبزی سفارش دادیم، طرف یه روزنامه گذاشت که این گیشنیز و جعفری رو بذاره توش ببنده، ما بریم سبزی آش رو ببریم خونه. اومد اسفناج برداره، من روزنامه دیدم نوشته تیتر یکی از سوتیترهای روزنامه سروش با وساطت خاتمی از کشور خارج شده. گفتم نه سبزی نمیخوام دیگه، یادم یاد روزنامه رو برداشتم. گفت چی شد؟ گفتم حالا سبزی رو بذار. روزنامه رو آوردم خوندم، عجب، آوردم خونه تاریخ‌ها رو تطبیق کردم، دیدم بله، نذاشتم گلی بشه سبزی بشه، تمیز آوردم خونه، دیدم آره اصلا سروش تو کشور نی، خبر رسمی سراسری پخش شده تو کشور. یا عجب، آقای اسم میدونست ما نمیدونستیم، مگه میشه؟ باورم نمیشد که یه دانشگاه آدم و با کلی رسانه و کلی روزنامه زنجیره همه رو سرکار گوشتن، کل ملت رو، یه تهران رو با آشوب کشوندن، اصلا سروش تو کشور نیم نواره برشه گوشتن پشت بلنگو. من عقل جنم قد نمیده که سروش تو کشور نباشه، شما یه همچی برنامه ایجاد کنید توی یه دانشگاه التهاب ایجاد کنید. بسیج دانشجویی در سراسر کشور با وضعیت پیچیده ای مواجه شده. کم کم به یک درکای تازه‌ای رسیدیم که آقایون برای این که اون جنگ واقعی که حضرت امام می‌خواست تو جامعه در بگیره فراموش بشه، به جاش اومدن یه جنگ زرگری ایجاد کردن. به نظرم این مثل یک قیچی عمل کردن این دو طیف که اومدن به تفکر حضرت امام از کشور قیچی کردن، داخل در یه مقطعی. اتفاقاتی در مدیریت کلان کشوری در حال رخ دادن است. مدیرانی که با خاتمی همسو نیستند به شکلی گسترده در حال برکناری و جایگزین شدن هستند. در هیچ دوره‌ای چنین تصفیه‌هایی سابقه نداشته. سردمدار تصفیه مخالفان وزارت کشور به ریاست عبدالله نوری است. تشکر میکنم از حضور همه شما. نوری تنها در چند ماه وزارتش 75 مدیر ارشد، ام از معاونان وزیر، استانداران و معاونان آنان، 146 مدیر کل ستادی وزارت کشور و استانداری ها، 340 فرماندار و بخشدار، 80 شهردار، 45 مشاور وزیر و استاندار و 942 دهدار را تعویض میکند. عبدالله نوری رکورددار تصفیه سیاسی در وزارت کشور می شود.
با تغییر دولت اقدامات مشابه توسط برخی طرفداران خاتمی در جریان است. دانشگاه ها هم از این قضیه مستثنا نیستند. وقتی که اون سید حدود 20 میلیون رأی آورد، اینها این 20 میلیون کردن یه چماق تو سر هر کی که از آقای خاتمی حمایت نکرده بود قبل انتخابات. اردیبهشت 1377. یک روزی یه نامه‌ای رسید دست من از دفتر مرکزی تحکیم وحدت، خطاب به مدیریت دانشگاه شهید چمران احواز. اینا رو چه رسیدن خدمتتون؟ در همین الان ما فاکس روشن می‌کنیم. خواهش می‌کنم. تو یه نامه یه دندره دیگه رنگ می‌زنم خدمتتون. نامه‌ای محرمانه از دفتر تحکیم افشا می‌شود. محتوای نامه تکان دهنده است. خودم باورم نشد، گفتم یعنی واقعیه این نامه چجوریه؟ یکی از دوستا داد به من گفت اینو دیدی؟ گفتم عجب، بده ببینم. در نامه از مسئولین دانشگاه چمران و فرمانداری خوزستان خواسته شده تفکر موجود در انجمن اسلامی دانشگاه چمران اهواز را قلع و قمع کنند. نامه به قدری تند و شدید است که در ابتدا حتی اعضای بسیج هم محتوای نامه را باور نمی کنند. آنها با دانشگاه چمران تماس می گیرند. زنگ زدیم دفتر انجمن اسلامی شهید چمران اهواز. بچه‌های ما صحبت کردن با بچه‌های انجمن اسلامی شورای مرکزی دانشگاه چمران اهواز. آقا داستان چیه؟ تلفنی واقعه رو تایید میکند. گفتن بله، ما 5 دانشجوییم عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز و الان تصمیم گرفتن ما رو اخراج کنن از دانشگاه. برای چی؟ گفت برای اینکه ما تو دوره انتخابات سال 76 از رئیس جمهور منتخب مردم حمایت نکردیم، از یه نفر دیگه حمایت کردیم. یک فاجعه در دانشگاه چمران اتفاق افتاده. 5 دانشجوی انجمن اسلامی از دانشگاه اخراج شدند، اما دلیل اخراج عدم حمایت از خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری. نامه رو بچه‌ها زد تابلو اعلانات انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، عکس العمل نشون داد، آقا اینو بردارین اینجا، این خلاف واقع. اما انجمن اسلامی صحت این نامه محرمانه را تکذیب می‌کند. بسیج برای اثبات صحت نامه از 5 دانشجوی اخراج شده دعوت می‌کنند تا خودشان در دانشگاه امیرکبیر حاضر شده و در مورد اتفاقات رخ داده صحبت کنند. آقای صالحی شما رو ما می‌تونیم دعوت کنیم در روزهای آینده صحبت دانشگاه ما داشته باشیم؟ دانشگاه امیرکبیر انجمنش از اساسی‌ترین تامین‌کنندگان دفتر تحکیم باشه، شاید اساسی‌ترینشون باشه. برای همین فکر می‌کنم اگه اینجا بتونید بیایید صحبت چیزی داشته باشید خیلی موثرتر تا دانشگاه دیگه. بله دقیقاً اینطوره. گفتیم که دوستان بیان، از این ورم دعوت کردیم از هر کی که منتقده، هر کی میگه دروغه، هر کی میگه که از هر کی تکذیب می‌کنه، خب بیاین با هم بحث کنیم ببینیم چیه. اینا اسنادشون رو بیارن، شما حرفاتون رو بگیم بفهمیم چی. دفتر تحکیم با تمام توان سعی می‌کند جلوی حضور این دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر را بگیرد. تو به چه حق این کاری کردی؟ گفتم مشکلش کجاست؟ گفت مگه شما بسیج نیستین؟ گفتم خب بله بسیج دانشجویی هستین. گفتش که اینا میگن شما اجازه فعالیت سیاسی ندارید. دفتر تحکیم می‌خواهد با فشار بر سپاه جلوی برگزاری این جلسه را بگیرد. آنها شکایتی بلند بالا علیه محسن رضایی فرمانده سپاه تنظیم می‌کنند. گناه شما حق نداری این برنامه را اجرا کنید. گو آقا دفتر تحکیم وحدت 37 صفحه کیفرخواست تنظیم کرده علیه فرماندهی کل سپاه آقای محسن رضایی. این 37 صفحه کیفرخواست فکس کرده دفتر آقای محسن رضایی، محسن رضایی فکس کرده دفتر ما.
گفت آقا ما دانشجوییم و این برنامه الان پیش اومده، ما نمیتونیم برنامه رو لغو کنیم، ملت ما دروغگو عذاب در بخواهی نخواهی ما اجرا میم تو اومدن بخواهن چی به چی برنامه رو اجرا کرد. و سرانجام جلسه برگزار میشود. اعضای انجمن هم در جلسه حاضر میشوند تا نظم جلسه برای دقایقی به هم بریزد. جامعه مدنی لاک و حافظ یکسان گرفتید، مشکل شماست، نه مشکل 20 میلیون، نه مشکل 60 میلیون. بپذیر اشتباه کردی برادر، دیگر داد و فریادهای اعضای انجمن هم نمیتواند آب رفته را به جوی برگرداند. اخراج دانشجویان و صحت نامه با حضور شاهدان عینی تایید میشود. یه نکته دیگری هم که بود، این دوستان ما احرازی هستن. من خودم زمانی که قبل از انتخابات بود، یعنی اسفند سال 75 و همراه یه نسبت بود که هرچی مصیبت در کشور تو مردم و هرچی تو دفعه تصمیم اعلامی هست، اینقدر صداقت هست که این اعلامی تو خونده میشه و بعد از او پیام های مکرری که برای خاتمی رفته گفته میشه. آیا تحکیمم به رئیس جمهور دانشجوی دانشگاه شهید چمران و پزشکی عباس خواهان رسیدگی عاجل نسبت به این همه قدماقیت شدن و اعمال غیرقانونی دفتر تحکیم و خصوصاً آقای توکلی میرامان و فراهانی هستند؟ دانشجویان هم پذیرنده اصلاحاتند و هم پدیدآورنده اصلاحات. اولاً نسل دانشجوی ما و دانشگاهی ما می تواند با بحث هایی که می کند، تحلیل هایی که می کند، مطالباتی که مطرح می کند، جهت حرکت اصلاحات رو مشخص کند، به یک معنا پدید آورنده اصلاحات. به عنوان یک نسل با فرهنگ می تواند آن محورهای مورد اصلاحات را بل در جامعه دانشگاهی پیاده کند. اما در حالی که چند روزی به عید نوروز باقی نمانده، یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان با یک پرواز مستقیم وارد فرودگاه مهرآباد می شود و بلا فاصله با محمد خاتمی دیدار می کند. شیمبلشو به چرخون روی من شیمبلشو حالا دوربینتون رو خاموش کنید، چیزایی دیگه هم دارم برای همه جلوتون بگم. او زب میکنی فرهیج در میره توش. چرا بابا اینی که چی نمیذاره جیب بغلش که میذاره تو آشوب صدا و سیما. خب پس آقا هوای ما رو داشته باش، ما رو نفرستین دادگاه، ما پیر شدیم دیگه. موقع بورس که شد اسم ما رو خط زدن که آقا نه شما نباید بورس بشید، تو فقط به دلیل کودک خوردن میکنی. من اینو تعریف کنم. بله من کنترل هست عباس، تو حرفا رو گوش بده بزن. ولی با ما تا 10 شب تو دانشگاه بودیم، موبایل نداشتیم، مادرم تا 100 دفعه سکته کرد. خیلی دادن عجیبی هستی بابا، ما زندگی داریم، ما یه غلطی کردیم بدون هماهنگی و این پشتیم پیش تو بعدم بیچاره مون نکند. دقیقا دانشجوییم دیگه، بالاخره درسته امام صادقی هستیم ولی ببخشید نصف دوم خرداد بالاخره امام صادقی ها دارن پیش میبرن، یعنی ما دست کمی در مسئله نداریم. در نتیجه سخنگوی دولت های خاتمی امام صادقی بود.